خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این 14 روز از 8 ماه از 12 سال در 3 هزاره، ساعت 12:42 است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا، 3:42 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا، و هر کجایی که ساعت 3:42 است، 9:42 است در اروپا، 8:42 در انگلستان و 10:42 در ترکیه. همطور که مطلع هستید و برد رساندم، امروز باز فرصتی دست داد که گفتگو بکنیم با آقای عمر حمیدی، شخصیتی که در حقیقت سالهای زندگیش رو در امر سیاست خودش و خانواده و اطرافیانش گذراندن، ولی امروز خودش رو یه قدری دور از این ماجرای سیاست معرفی میکنه و بیشتر در زمینه کاری که بهش علاقمند است و در حقیقت نوروسایکولوژی در اون بحث فعاله، و تمایل آقای حمیدی هم این استش که بیشتر ما تو اون زمینه با هم دیگه گفتگو کنیم. اما به لحاظ این که مسئله کردستان مثل بقیه جاهای دیگه مملکت ما، برای ما ایرانی ها مجموعی که در درون خاک ایران زندگی میکنیم ناشناخته است، همون گونه ای که مسئله سیستان و بلوچستان برای ما ناشناخته است، و از آقای دوشوکی هم خواهش کردیم که از آقای دوشوکی جوان در حقیقت خواهش کردیم که اگه میشه مثلا راجب این قضیه کار کنید، معرفی کنید، مناطق خودتون رو معرفی بکنید، مشکلاتشون رو تعریف بکنید. خب امروز بحث زلزله است در آذربایجان، و ما از اهر و ارزقان و اون زرقان و نمیدونم اهر و اینا صحبت میکنیم، ولی واقعا نمیشناسیم، بافت رو نمیدونیم، تاریخ این مناطق رو نمیدونیم. در این صحبتایی که آقای جوانمردی از صدای آمریکا انجام داد با مسئول ارتش آزادی بخش یا از رهبران مخالفان دولت اسد، به نکته ای اشاره کرد که من فکر می‌کنم ما هفته گذشته به این ماجرا پرداختیم. آقای عمر حمیدی راجبش حرف زد که در کردستان سوریه چه می‌گذره، آیا واقعا اینا به سمت اختلاف میرن، آیا ما شاهد جنگ قبیله‌ای خواهیم بود، جنگ ایلات خواهیم بود تو منطقه. و می‌خوام امروز از آقای حمیدی واقعا سوال بکنیم، ضمن نگاهی به مسئله کردستان و آخرین اطلاعات و اخباری که تو این زمینه داره، بپردازیم به وضعیت اصولا کرد در ایران و اینکه تاریخش چیه، این تاریخ مبارزات چون از کجا شروع می شود. ما را نمیخوایم بریم به عصر مادها و اون بحث نمیدونم ضحاک و اینا، که اونا میت هست در حقیقت که تاریخ نیست، ولی بپردازیم به تاریخ معاصر و برسیم به فرقه دموکرات کردستان یا حزب دموکرات کردستان و تاریخ اینا رو با هم پی بگیریم. اجازه بدید که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به آقای دکتر عمر حمیدی. آقا سلام بر شما. قربان، سلام عرض میکنم، خسته نباشید. مرحمت زیاد برادر. خوب باشید. ممنونم از موقعیتی که در اختیار من گذاشتید و من به عنوان یه ایرانی صمیمانه به تمام بازماندگان زلزله تبریز تسلیت عرض میکنم و بسیار نگران حقشون هستیم و میدونیم در اون شرایط بسیار سخت با امکانات کم، با تبعیض ها و مشکلات اینا باش در گریبانگیرشون هستش، چقدر زندگی سخت و دردناکی دارند. غیر از سوگ عزیزانشون در زندگی لحظه به لحظه هم دوچار بروکراسی و مصاب بالاخره پیچیدگی که در ایران هستش هستن. اینه که من تصویر عرض میکنم خدمت شما. از کنم خدمت شما جناب بهبهانی، من دیروز یکی از برنامه های شما را از نگاهی کردم، میخواستم در این مورد یک پیشنهاد کوچولویی بکنم. خوشحال میشم. این مصاحبه جمادی خشم پسر جوانی که در ایران با عده دیگه به جرم ترور شخصیت های علمی تیرباران شدن، در این مورد من از ایرانیانی که امکانات دارن، ایرانیانی که خودشون و پدرانشون پول فوق العاده زیادی از ایران آوردن بیرون، حالا در امریکا و جای دیگه پخش شدن، امکانات بسیار وسیع مالی دارن،
روشنایی انداختم به این قضیه بسیار ساده است. در آمریکا یک پروفسوری هست به نام پول اکمن. اکمن سپل میشه E-C-K-M-A-N. پول اکمن در روانشناس و استاد دانشگاه و روانکاو بسیار معروفیه که 40 سال عمرش رو روی فیشل اکسپریشن، اونی که توی صورت انسان در هر لحظه‌ای که هر مطلبی رو میخواد بیان بکنه، احساسی رو میخواد بیان بکنه، در صورتش چی نشون میده. همچنان که ما میدونی اون کسی که آناتومی خونده میدونه برای برداشتن یه وزنه 5 کیلویی از روی زمین چه ماهیچه‌هایی در بدن درگیر برداشتن این میشن و منقبض و منبسط میشن و کار انجام میدن، به همون صورت در مورد 50 خورده ماهیچه‌ای که در صورت هستش این تحقیقات علمی بسیار وسیعی در سالهای گذشته صورت گرفته. یک کسی مثل پول اکمن، اگر همون مصاحبه‌ای که من دیدم توی تلویزیون شما و توی تلویزیون ایران هم قبلا پخش کرده بودن همونو نشونشون بدید، با توجه به اطلاعات عمیقی که روی خطوط صورت و حرکت ماهیچه ها در صورت، ماهیچه های متفاوت برای بیان مطلبی که دروغ یا راسته، ایشون میتونه خیلی روشنگر باشه. ایشون نظرشون سائل در سطح جهان، یعنی حتی برای دادگاه های بین المللی و برای دادگاه های بسیار بزرگ از تکنیک پول اکمن و از خود ایشون استفاده میکنن. امیدوارم یکی از این ایرانیایی که قناعت داره، هزینه خیلی زیادی هم نداره، شاید حتی اکثر 5-6 هزار دلار هزینه بشه، ای کاش میتونستن که با پول اکمن تماس بگیرن. شخصیت که نمیشه کمش کرد که آمریکا هم میشناسن همه دانشگاه ها، تماس بگیرن به ایتور به این مطلب نظرشو بده که من فکر میکنم خیلی کمک میکنه به اینی که بالاخره قضایا روشن بشه. یعنی امکان نداره عقل سلیم قبول بکنه که دولت اسرائیل چجوری چی میگم بهش کیلویی آدم انتخاب بکنه، پسر و دختر جوان ایرانی رو انتخاب بکنه به یه دیگه جاسوس انتخاب بشه، اونم قبول بکنن، بیان قبولم بکنن در ترور. آقای حمیدی ببخشید کلامتو قطع میکنم، اجازه بدین که من این تلفن رو قطع کنم دوباره به شما زنگ بزنم به خاطر اینکه یه اختلالی در صدا هست. چون معتقدن که بایستی که علمی در حقیقت داستان رو بررسی کرد، اینکه اسرائیل بیاد یه عده‌ای کیلویی به قول ایشون انتخاب بکنه بگه برید در ایران ترور انجام بدید، خب امر غیر قابل باوری است. اجازه بدید که ببینیم که ارتباطمون اگر که بله بله بفهمید آقا. این یک مطلب بودست که من قسم خدمتون بگم در مورد برنامه هفته گذشته رفتیم در خدمتون بسیار ببخشید. آقای حمیدی ببخشید، اجازه بدین که من از شما خواهش کنم که شما به ما زنگ بزن، شاید که این تغییر تلفن کمک بکنه برای اینکه همچنان ما با شما در لود کنیم خدمتون فاصله زنگ بزنم. بذارین که آقای حمیدی زنگ بزنه، شاید مشکل تلفن حل بشه، برای اینکه این صدا بسیار مخدوش است. ما صدای مخدوش نمیخوایم، صدای روشن میخوایم که روشن بکنیم قضایا. بله، اگر که اینا همش نیازمند این است که ما یک سازمانی داشته باشیم، یه دبیرخانه‌ای داشته باشیم، یه پارلمانی در طبیعی، یه چیزی داشته باشیم، یه مرکزیتی داشته باشیم که اون مرکزیت بتواند به طور قطع و یقین اگر یه چنین مرکزی ایجاد بشود و درست بشود، خیلی در این زمینه ها میتونه کار بکنه. کاریست که 30 سال نکردیم، خیلی مشکل. و به نظر من علت انجام نشدن این کار هم اصلش از نظام جمهوری اسلامیه، برای اینکه او در این داستان توانایی بیشتر و بهتری داره. بفهمید آقای حمیدی؟ سلام میکنم قربان، دوباره سلام عرض میکنم. قربان خدمت شما، خیلی دوستان تمایل نشون دادن
در مورد اون اتفاقاتی که دوروبر جنگ اول جهانی اتفاق افتاده من توضیحات بیشتری بدم. من دو سه کلمه در این مورد خدمتتون بگم، اگر دوستان احیانا از این نظر منابعی خواستن، کتابا و تحقیقاتی که انجام شده با شما تماس بگیرن، من همه لینک ها و اسم کتابا و نویسنده و محققا رو خدمتتون خواهم فرستاد. حتما. اونی که من دفعه قبل عرض کردم، در مقطع جنگ اول جهانی بعد از سرنگون شدن امپراتوری عثمانی، این کشورهای کوچک توی منطقه وجود اومدن. من مثالی خدمتتون بگم، سوریه حتی اسمش توی هیچ کتاب تاریخی عربی یا هیچ کجا نبود. لیبیا، اینا اسماشون از جغرافیای روم باستان توسط فرانسوی ها در آورده شده و این کشورها به این کشورها رو به این اسما گذاشتن. کشوری عرب بوده، شام بوده، کی بوده، اون بوده، ولی کشوری به نام سوریا و لیبیا و سوریه وجود نداشته. اینا در جنگ اول جهانی و سرنگونی امپراتوری عثمانی تشکیل شدن. ببخشید آقای حمیدی ببخشید، این تلفن شما تلفن در حقیقت بی سیمه، برای اینکه اگر بی سیمه جا به جا نشید لطفا نزدیک همون. نه بی سیم نیست، تلفن لندلاینه. آه یه قدری پس فاصله شو دور کنیم، برای اینکه صدا دیستورده، یه جوری صدای شما بریده میرسه. نه پایش خیلی دوره. آه بسیار خوب، بفهمید. آره. ادامه بدید. خب سعی میکنم آرومتر صحبت بکنم، شاید این کمک بکنه. حتما. در هر صورت یعنی این کشورها همون موقع درست شدن، یعنی بعد از 1920 درست شدن. کشوری به این اسم وجود ندارد. حتی شما تونس رو نگاه بکنید، شهر تونس کشور تونیزیا، شهر الجیریا، یعنی اینا همه بعد از این درست شدن. توی کنفرانسی تایید شده بود جزء این تقسیماتی که میشه، این کشورهایی که درست میشه، یک کشور کردی هم درست بشه، چون کردا خیلی قبل از اون موقع اونجا سکونت داشتن و این یعنی از طرف متفقین، این متحدین، این درست شده بود که این کشور درست بشه. بعد حضور کمال اتاتورک و درست شدن دولت ترکیه و حزب قوی ترکای جوان و اینا تأثیر گذاشتن روی اروپایی ها و نظرشون رو عوض کردن و کشور کردستان درست نشد و کردها را بین این مناطق تقسیم کردن. از همون اول هم که تقسیم شده، کردها بلا فاصله همون زمان و از اون موقع تا حالا مرتب با دولت‌های مرکزی خودشون درگیر بودن و این درگیری ها چیزی نیست که مختص سوریه یا ترکیه یا ایران یا عراق باشه. این چیز ادامه داری بوده و اینو اگر انسان قبول بکنه به عنوان یه فکت تاریخی، میتونه بسیار زیاد روشنگر قضایا باشه. وقتی به مسئله کرد در هر کدوم از این کشورها توجه میشه، توجه صادقانه تر، دقیق تر و علمی تر و منصفانه تری خواهد شد. اینو من خدمتون گفته باشم در مورد این مسئله. در مورد مسئله یه چیز دیگه من خدمتون بگم، اونم این هستش که این منظورم بچه های تندرو کرده، بچه های نسیونالیست کرد که مثلا مثل همین پکاکا، مثل همین پیوکی که توی سوریه درست شده، مثل گروهی که توی ایران درست شده، پژاک، اینا جریانات تندروی هستن که مثلا به نظر خودشون از وحدت کردی و درست کردن کشور مستقل و بزرگ کردی صحبت میکنن. چیزای جالبی هستش که اینا توجه بکنن. در سال 750 میلادی یک قبیله عرب به نام رواندید از عربستان منتقل شد، یعنی پخش شد توی کردستان. 200 سال بعدش به شهادت تاریخ اون قبیله رواندید عربی، یکیشون هم عربی صحبت نمی کرد و همه کرد بودن، یعنی عربی که 200 سال بعد توی کردستان کرد شده بود و هزاران نفرن اینا. ما یه طایفه‌ای داریم در همه مناطق کردستان پخش شدن به نام زنگنه که توی ایران هم تیمسار زنگنه بود، نمیدونم پری زنگنه بود، این بود. اینا را همه به عنوان کردای خیلی اصیل و
درست حسابی میشناسن، خیلی قابل احترامن، خیلی دوستشون دارن مردم. زنگنه ها اصلشون ترکمنه، یعنی این ترکیب شدن تخلیط و ترکیب و با هم جمع شدن ملیت های متفاوت، زبان های متفاوت، فرهنگ های متفاوت بسیار مرسوم بوده در گذشته. یعنی اینی که ما حالا مثلا بخوام یک سینه سنگ به سینه بزنیم که کرد همش صرفا از اول تا آخر، یعنی تا از 3000 سال قبل از میلاد مسیح تاریخ هست که مثلا کردها در این منطقه ساکن بودند. کتاب بازگشت 10000 نفر گزنفون اشاره میکنه به بودن کردها در اون مناطق و تاریخ، داستانه بسیار جالبی هم از برخورد کردها با خودشون، جنگ کردها با خودشون تعریف میکنه. ولی واقعا هیچ چیزی سیاه و سفید نیست، به قول انگلیسی is not black and white، همه چی خیلی با هم قاطی شده و ما باید همه اینا را در نظر بگیریم. من مثال خیلی زنده تری خدمتتون بگم. من از خانواده اومدم که افراد خانواده من دور و نزدیک در رأس اکثر احزاب کردی که حالا در ایران اعتباری دارن هستند. سیاستمدارای بزرگ کرد از این خانواده آمدند. من خوشبختانه جد خودم رو میشناسم. جد من قاجارا کشتنش، آدم درد خونده و فهیمی بوده، قاجارا دعوتش کردن تهران و تهران مسمومش کردن کشتنش. بعد از اون ما یه نفر میشناسیم که پدر جد ما بوده، یعنی جد بزرگ ما، اسمش بایرام آقا بوده. بایرام اسم ترکیه. ما توی این همه سال نه پدر من، نه پدر بزرگ من، نه عموها و پسر عموها و فک و فامیلی که میگم تمام احزاب کردی رهبرانشون از اینان، اینا هیچ کدوم نمیدونن که بایرام آقا ترک بوده، از آذربایجان اومده کردستان یا از وان اومده، از کردستان ترکیه اومده، کسی نمیدونه. احتمال اینی که ترک بوده باشه و از آذربایجان بوده هست. یعنی ما اختلاط نژادی فرهنگی اینا رو بسیار زیاد با هم داریم. هیچ چیزی به اون صورت نیست که مثلا این تعصبات رو ایجاب بکنه. این در مورد چه ایرانی ها، چه در مورد کشورهای دیگه و خصوصا در مورد بچه های کرد که بالاخره فعالیت میکنن. اون چیزی که امروز مشکل کرد رو حل میکنه همون شعاریه که بیشتر از 100 ساله کردها در هر کجای دنیا بلند شدن، در هر کدوم از این قسمت ها خواهان دموکراسی برای کشور بودن در عام و خواستار یه اتونومی و دموکراسی کوچولوتر، خودمختاری برای منطقه کردنشین بودن که از رنج و مصیبت خلاصی پیدا بکنه. قربان من خدمتتون بگم، من همه عمرمو در کردستان زندگی کردم، منهای سالهایی که در آوارگی بودم. همه این سالها من دیدم هر کسی در هر کجای ایران خلافکار بود، کارمندی، پلیسی، ژاندارمی، آدم میکشت، خیانت میکرد، چه میدونم تجاوز میکرد به اون، به مردم، آدم بدی بود، اینا را تبعید میکردن کردستان و اینا بیشترین ظلم و ناحقی رو در حق مردم روا میداشتن. یک مسئله دیگه که باید توجه بکنیم اونم این هستش، امروز علم حقیقت اینه که مسائل رو خیلی روشنتر کرده. اون کسی که توی ایران یا توی سوریه و ترکیه غیر کرد و فعالیت میکنه و بالاخره میخواد با کردا، یعنی از جنبش کردی که جنبش سکولار حقیقتا مترقی هستش، استفاده بکنه، باید بفهمه که اصلا سایکولوژی نشنالیزم چیه. نمیشه همش گفت ما 100 سال میشنویم که کردها وابسته به بیگانه، اینا تحریکشون کردن، اینا نمیدونم میخوان جدا بشن. هیچ وقت هیچ کسی فکر نکرد که بابا اصلا سایکولوژیش چیه، دلیل نیش چی هست که کرد این حق رو میخواد. من مثال ساده خدمتون بزنم. در منطقه سردشت و بانه کردستان ایران جنگل هست، جنگل های گلابی و انگور، جنگل طبیعی خودرو. توی پاییز شما اونجا تشریف ببرین بوی الکل تمام دره را گرفته. ما جاده نداریم این میوه رو، کردا جاده ندارن میوه رو به بازار برسونن بفروشن که هم مردم همه ایران استفاده کنن، هم بالاخره کردا یه چیزی به جیب بزنن، پول غذا و نون بچه‌شون رو در بیارن.
توی آفریقا هم دیگه جزام نیست، اطراف مهاباد دهکده های جزامی هست، دهکده ای که تمام اهالیش جزامی هست. همه میدونن جزام حالا قابل علاجه، ولی نه رژیم شاه نه این آقایون اصلا قصد حل این مشکلاتو نداشتن. به زبان خود خوندن، فرهنگ خودو داشتن و توسعه دادن هیچ ضرری به کسی نمیزنه. همچنان که ما طرفدار سرسخت فرهنگ اصیل و موسیقی اصیل و ادبیات اصیل فارسی هستیم، به همون شکل ما طرفدار فرهنگ و ادبیات و اصیل کردی هستیم. میخوایم اینو رشد بدیم، میخوایم اینو اطلاع بدیم، ولی امکانش وجود نداره. من خدمتون بگم در ترکیه سه تا حرف، یکی دبلیو یکی کیو، چون لاتین می نویسن اینا، یک حرف دیگه هم هست یادم رفته، اینا قدغن بود. چرا؟ چون در ادبیات و الفبای ترکی دبلیو و کیو اون یکی حرف نبودش، توی زبان کردی بودش. ترکا اجازه نمی دادن که کردها از این کلمات استفاده بکنن، مثل عربی که پچجگه نداره بیاد ایران بهت حکم بکنه که تو توی مکالماتت حق نداری از حرف چ یا ژ یا گ استفاده بکنی یا پ استفاده بکنی. حقیقتا بسیار بسیار زیاد ظلم شده، اینا رو باید بپذیریم. یعنی بالاخره این ملت اونجا سابقه داره، ریشه داره. برگردیم به عقب‌تر، بچهای کردی که ناسیونالیستن تندروان خیلی به من زنگ زدن و خیلی ایمیل فرستادن و مصاحبه صحبت کردن در هفته ده روز گذشته. مسائل خیلی پیچیده تر از اینی که بریم یه مرز جغرافیایی برای کردستان ایجاد بکنیم. صلاح الدین ایوبی امیر کرد بود، مصر و سوریه حالی حالم جزء قلمرو اون بود، یعنی کرد بتونه بره ادعای مصر هم بکنه، نمیشه. تاریخ وضعیت عوض شده و ما باید با شرایط حاضر که هستش بسازیم در چهارچوب کشورایی که هستیم. خیلی دوستان و برادرانه به کمک همه این مردم رژیمای ظالم و سرنگون بکنیم، دموکراسی و فدرالیزم برقرار بکنیم، ما هم در اون چارچوب بالاخره بتونیم اطلاعی پیدا بکنیم. این چیزی که بالاخره در مورد بچه هایی که یعنی صحبت کردن و یعنی یه مقدار انتقاد میکردن که من راست بودم در رابطه با این مسائل، نه، واقعیت اینه. یعنی نمیشه گفت که مثلا آدم از حقیقت بگذره. غیر از همه اینا، 7-8 هزار سال قبل این قبایل روان بودن، یعنی هر کجا مزرعه بوده. مثلا بذار خدمتون بگم، عربا 1000 سال قبل از میلاد مسیح اومدن تو تاریخ، اونم به دلیل اینی که شتر رو رام کرده بودن. قبل از اون قبایل کوچک بدوی بودن این گوشه و کنار دنیا، داشتن برای خودشون میچرخیدن، نه اسمی از ایشون بود نه نشنالتی داشتن. زبانی هم که صحبت میکردن بسیار متفاوت بوده از زبانی که حالا مردم محاوره میکنن. قربان، 30-35 هزار سال قبل زبان به شکل فعلیش اصلا وجود نداشته. بگیم این زبان فارسی بوده، این زبان کردی بوده، این انگلیسی بوده، این آلمانی بوده، وجود خارجی نداشته. 10 هزار سال قبل زبان متحد حتی بین 2000 نفر نبوده. بین هر قبایلی با اشاره و ایما دسته های کوچک 70-80 نفری در شکاف سنگ ها و قارا زندگی میکردن، چون دوران یخبندان بود. زبان منسجم منطقی و کشوری وجود نداشته، شهری وجود نداشته، دهی وجود نداشته. هر چیزی که اتفاق افتاده، از هر چی تکنولوژی و صنعتی که ما داریم تا مذهب و تا مسائل تاریخی و فرهنگی و همه اینا، همه در 10 هزار سال گذشته انسان کسب کرده. و اگه ما رشد علم و امروز در نظر بگیریم، میتونیم برگردیم به عقب. یعنی مثلا شما 100 سال قبل برگر عقب، زمانی بود که مادر شاه قاجار داشت نقشه قتل امیر کبیر رو میکشید، ولی از اون طرف انشتاین فرضیه تئوری ریلیتیویتی رو مثلا چیز کرده بود، پخش کرده بود. 350 سال قبل نادر به هندی که مذاهب هندی همه نان وایلنت یعنی عدم خشونت بودن، هیچ کسی خشونتی انجام نمیداد، نادر در اون شرایط موقعیت و مغتنم شمردید هندیا ارتش و این و اون ندارن، 350 سال قبل به اونجا حمله کرد. 350 سال قبل در اروپا نیوتن فرضیه های جهان عوض کن و داد بیرون، همون فرضیه های معروف نیوتن. یعنی
همه چی در مدت کوتاهی صورت گرفته و آینده ما بسیار روشن‌تر از اونی که برگردیم بگیم 100 سال قبل، 50 سال قبل، 20 سال قبل ترک‌ها این بلا رو سر ما آوردن، عرب‌ها این کارو کردن، فارس‌ها این کارو کردن، یا کردها این کارو کردن. به هیچ وجه من الوجود کردی که امروز هست با کردی که 10 سال قبل بوده زمین تا آسمان فرق داره، ترک و فارس و عرب هم به همون صورت. من بسیار تعجب میکنم که مثلا توی فیسبوک و این چیزا مینویسن ما ایرانی ها این کاری کردیم. میخوام بپرسم آقا کدوم ایرانی ها؟ آقای احمدی نژاد و خامنه ای و بنده و جقبالی آقای احمد آقا که این کاری کردیم؟ نه عزیزم، این اون کسانی که اون کاری کردن 3000 سال قبل دوران کوروش و این و اون یا رازی و یا دانشمنده اون موقع، اینا حادثه‌ای بودن که اگر شاید ما بندازیمشون زندان چون موقعیت رو نمیتونن بپذیرن و قبول بکنن. یعنی به پای زمان جلو بریم، موقعیت‌های جدیدی که برای ما درست شده برای تفاهم، برای پیشرفت و رسیدن به آرزوهامون، به امیالمون، اینا رو دنبال بکنیم بیشتره. من صحبتم این بود، منتظر بله من شما هستم قربان. عرضم به حضور شما در همین رابطه که شما اشاره میکنی یک دو تا بحثه، یکی درازنای تاریخ که تو تاریخ باید جستجوش کرد، یکی این داستان اطلاعات و ضد اطلاعاته که من چند روزی است راجبش دارم حرف میزنم. و بعده من اشارم به این است که فرض کنید که وقتی که فرقه دموکرات در ایران شکل گرفت و ما تلیهش رو در آذربایجان دیدیم و یک سال حکومت فرقه دموکرات رو در آذربایجان شاهد تاریخ داریم و در همون دوران خدماتی رو که در اون دوران در شهر تبریز انجام دادن، مثل لوله کشی آب، مثل آسفالت خیابون، مثل کارخونه برق، این تشکیلات که اون دوره در اون یک سال در اونجا انجام دادن که هنوز هم بخشی از تبریز و منطقه امیرخیز و غیره و غیره هنوز از اون خدمات استفاده میکنن، از اون لوله کشی ها استفاده میکنن، زمانی که در حقیقت ارتش روسیه و ماجرای جدایی پیش اومد، مردم خودشون در حقیقت اومدن تا به زنجانم پیش آمدن و گرفتند و به استقبال یعنی میخوام نتیجه بگیرم اگر که اینا میخواستن جدا بشن همون موقعی که تازه اون تشکیلات براشون بهترین خدمات رو انجام داده اون موقع جدا میشنن. پس بنابراین نشون میده که اصلا این پدیده اونجا نیست، نه اینکه اصلا وجود نداره، اصلا این چیز غیر منطقیه اگه ما بگیم اصلا، ولی خیلی کم رنگه. و من فهم میکنم که این حکومت ها هستن که این رو پررنگش میکنن به خاطر اینکه بتونن در جهت منافع خودشون ازش استفاده کنن. و اگه هر آزادی خواهی، هر آدمی که حرف منطقی میزنه، دنبال عدالت اجتماعی، دنبال یه حرکت برای بهتر ساختن محیط زیستشه، این رو فوری بهش میگن که آقا این قصدش جدایی خواهیه، جدایی طلبیه. من پایه استدلالم بر اینه، من میگم که اینا ذاتن جدایی طلب نیستن، همونجوری که شما به درستی اشاره کردی، به خاطر اون در هم آمیختگی تاریخی که اینا با هم دارن. یعنی وقتی که ما حتی در اون منطقه سوریه الان شما نگاه کن، ترکمن اونجا وجود داره، ترک وجود داره، ترکمن وجود داره، کرد وجود داره، ترکمن یه منطقه اون ور سمت مغولستان در حقیقت به اون منطقه مربوط می شود. ولی اینا نگاه میکنیم اینی که همجوری دور زدن اومدن چرخیدن در طی تاریخ تا به کجاها که نرفتن. و اصلا من این پدیده رو باور نمی کنم. من فکر میکنم که این پدیده یه پدیده‌ای که از دستگاه حکومتی القا می شود، مرتب روش بمباردمان تبلیغاتی میکنن و میدونه که عرق ملی یه چیزیه که همه آدما دارن، بنابراین اون میاد اونجا رو انگولک میکنه، اونجا رو اون نقطه رو حساس رو پیدا میکنه، یه ضربه میزنه و منتظر عکس العملش میشه. و این داستان جدایی و جدایی طلبی و اینا رو من اصلا نمیتونم، سعید بهبانی خودم رو عرض میکنم، کسی دیگر رو نمیدونم، ولی من به شخصه نمیتونم اصلا باور کنم که این مردم ها میخوان مثلا جداشن برن برای خودشون. اصلا همچی پدیده وجود دارن، بلکه اون چیزی که میخواهن یه جامعه بدون تبعیض میخوان، یه جامعه میخوان که عدالت اجتماعی توش وجود داشته باشه، آزادی برابری توش وجود داشته باشه. اینو فهم میکنم هر انسانی در هر کجای دنیا باشه اینو میخواد. در همون انگلستانی که شما زندگی میکنید، شما نگاه کن به منطقه ولز، کاردیف، اونا زبان خودشونو دارن،
ایرلندی ها زبان خودشونو دارن، اسکاتلندی ها زبان خودشونو دارن، بخشای رگه هایی تو همون انگلستان هست که زبان قومی خودشو داره، اصلا هم نه جدایی شدن نه اتفاقی برایشون افتاده. بلکه این مسائل به نظر من چیزیست که از جانب حکومت های دیکتاتوری دیکته می شود به مردم. نمیدونم اگه اشتباه میکنم شما منو تصدیق کن. شما دو... من یه چیزی بذار خدمتتون بگم. بفهمید. سال 1960 از کردای سوریه 1000 نفرشون کارتای شناسایی من هم عدد یه عدد کرد که کارتای شناسایی قدیمیتونو بیارید یه کارت شناسایی جدید بگیرید. رفتن مردم کارتای شناساییشونو دادن و کارت شناسایی جدید بهشون ندادند و بهشون اعلام کردند که شما خارجی هستید، اجانب. سال 1960 دولت سوریه اعلام کرد، دو تا شعار پیش برد، یکی اینی که سیو یعنی چیز بکنید اون قسمت جزیره را که کردا اونجا بودن، دهقان بودن، چوپان بودن، مزرعه داشتن، گوسفندداری و اینون داشتن، به چی دو تا شعار اصلی سر داد، یکی اینی که شما جزیره رو قسمت جزیره رو عربی نگرش دارید، حفظش کنید عربی. دو گفت جزیره رو از تهدید کردها در امان بدارید. شما حساب بکن دولت بعثی که سر کار ناسیونالیست عربیه، این بیاد چیکار بکنه؟ بیاد و اعلام بکنه که کردایی که اونجا چون زمیناشونو هر کسی که کارت شناسایی بهش نمیدادن، شناسنامه نمیدادن، حق داشتن زمینو ندار. برای اینی که زمینا رو از اینا بگیرن، مردمی که ده ها سال و صد ها سال اونجا زاد و ولد کردن، اینا رو اجانب اسم گذاشتن و از مردم عرب خواستن که به داد سوریه برسن و برن جزیره رو، اون منطقه که کردا توش بودن، از تهدید کردا نجات بدن و به عنوان منطقه عربی حفظش کنن. در صورتی که 60% اونجا عشایر عربن، 25% کردن، بقیه آسوری هن، مسیحی هن، ترکمن هن، چیزای دیگه هم هستن، همین چی بهشون میگن اونایی که طرفدار چیزای اسد هن، از همون مذهب علوی و زیدی و علوی و زیدی و غیره. کاملا درسته قربان، اینا همه دولت ها بودن و متاسفانه کارگزاران دولت قدیمی، کسانی که از دولتی که از همین حالا در ایران مثلا هست جدا شدن، اومدن خارج یا بالاخره مخالف شدن با اونا اومدن آگاهانه یا ناگاهانه همون سیاست تبعیض‌گرایانه را نشون. وقتی در کردستان، وقتی زمان ببخشید صدا دوباره خراب شد آقای حمیدی، صدا یه مدتی خوب بود دوباره صدا خراب شد، لطفاً یه فکری بله بفهم دوباره بگیرم شاید درست بشه. ممنون، متشکرم. و این صدا گاهن از دست میدیم صدای شما رو متاسفانه. نکته مهمیه، من فکر میکنم که باید بهش توجه کرد، یعنی اینا همه ریشه در وطن دارن، یعنی وقتی که وطن رو تعریف بکنیم من فهم میکنم این مسائل همه حل میشود. اونایی که اگر میبینی در این ورانورهای جاهای مهم دنیا، جایی که نه مهم حالا، جایی که مدرنن، جایی که حقوق انسان درش رعایت میشه، اون چیزی که اهمیت داره و بر همه اینا سایه میاندازه بحث وطن و وطنشونه، وطن، و اون هستش که در حقیقت پیوند اصلی و اون بافت اصلیه، و تا زمانی که اون وطن تعریف نشود هیچ وقت اینا نمیتونه آرام بگیره. نمیتونیم ما شاهد یک مملکت بی تبعیض باشیم مگر اینکه ما وطن رو تعریف بکنیم، مگر اینکه تعریف واحد داشته باشیم. تا زمانی که نداشته باشیم تبعیض حکومت میکنه. بفهمید قربان، در کردستان زمان انقلاب مردم شعار میدادن، شعارشون اینجوری بود: خودمختاری یعنی چی؟ خودمختاری یعنی کار برای کارگر، زمین برای دهقان، آزادی برای نمیدونم فلان، حق برابر برای خانم ها. یعنی چیزی که این مسئله هیچ من یک بار نشنیدم، حقیقتا یک بار نشنیدم در اون بحبوحه بسیار انقلابی دوران انقلاب، یه نفر نشنیدم که مثلا
یه دسته مردم جمع بشن بگن آقا ما میخواییم از ایران جدا بشیم یا استقلال میخواییم. شاید تکوتوکی پراکنده این ور اون ور بودن، ولی جریان فکری اصلی در حقیقت دو تا حزب اصلی کردی بودن، حزب دموکرات و حزب کومله، و از اون طرف هم احزاب سراسری ایرانی که اونجا فعالیت میکردن. اینا احزابی بودن که حتی رهبریشون غیر کرد بود، توشون کرد بود ولی غیر کرد بود رهبریشون به طور عمده. هیچ کسی تقاضای جدایی و اینا نکرد. من یه چیزی خدمتتون بگم، اونم مسئله بهش میگن گروپ اینترست، یعنی منفعت و مصلحت گروهی. شما اگر به حیوانات نگاه بکنید، مثلا اگر یک گله شیری مورد تهاجم قرار بگیره، شیرا میرن میجنگن با مهاجمین و هیچ کسی هم کوتاه نمیاد یکی بگه من میرم کنار بذار یکی دیگه. اکثر گاهن اتفاق میفته در اون دفاعی که از گله و از جمع خودشون میکنن، یکی از شیرا کشته میشه، دوتا از شیرا کشته میشه. در مورد تمام حیوانات این صادقه، در مورد انسان اینی که آدم مصلحت جمع خودشو در نظر بگیره در وهله اول بسیار طبیعیه. اینا چیزاییه که در مغز انسان، یعنی در اون دوران تکامل، بالاخره این همه میلیون سال ما در طبیعت زندگی کردیم و از یک موجود تک سلولی تا انسان کامل امروز اومدیم، در این دوره یاد گرفتیم که بالاخره زندگی اجتماعی داشته باشیم، از گروه خودمون حمایت بکنیم. مثلا ناسیونالیسم، چه ایرانیش، چه کردیش، چه ترکیش، هر کدومش، اینا همه صرفا به خاطر حفظ مصالح گروهه. یعنی گروه به عنوان مثلا قومی که هست، به عنوان کشوری که هستش، درسته کردها مصلحت گروهی کردی در چارچوب ایران دارن، ولی مصلحت از روانشناسی مصلحت گروهی بزرگتری در رابطه با گروه بزرگی که ایران باشه دارند. زبان فارسی و کردی و بلوچی از یک ریشه هست. یعنی واقعیت اینه اختلاط ما اونقدر زیاده که جدایی ناپذیر. عربا اومدن کرد شدن، کرده رفتن عرب شدن، یعنی نمیشه به گذشته برگشت، باید ادامه داد به حال جلو. شما درست میفرمایید، در خوی مردم تظاهرات میکردن زمان دموکرات آذربایجان، میگفتن حیدر مغلی جلدی خویا خویلیلرن قرنی دویا یا شاسین حیدر مغلی. حیدر مغلی اومد خوی که شکم گشنه ها را سیر کنه، زنده باد حیدر مغلی. یعنی نه هیچ، اگه ترکا میخواستن، آذری ها میخواستن جدا بشن، آذربایجان روسیه اونجا بودش، میتونستن ملحق بشن. روسیه هم بسیار گردن کلوف بود. نه کسی خواست اونا جدا بشن، نه اونا خواستن جدا بشن. در مورد کردستان هم به همون صورت، قبل از اون اومدن جنگ دوم جهانی و اومدن لشکر شوروی به کردستان، یک حزبی درست شده بود به نام کومله جیکاف. جیکاف جیانوا یعنی زنده کردن، کاف کرد، که توی رهبرای اینا خود قاضی محمد بود که بعد شد رهبر حزب دموکرات کردستان ایران، شد همون حزب دموکرات کردستان. پدر همین آقای مهتدی، عبدالله مهتدی و صلاح الدین مهتدی، پدر اینا آقای عبدالرحمن مهتدی که استاد دانشگاه تهران بود، در قید حیاتش حدودا 25 سال قبل فوت کردن، بیشتر از 35 سال قبل فوت کردن. ایشون از اعضای بنیانگذار بودند. کتاب زیادی مرد و زن کرد روشنفکر و متجدد و خبر اروپا شنیده و چشم به تمدن داشته میخواستن این کار بکنن. همون موقع هم اونا صحبت اینه کردن که مختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، خود مختاری برای کردستان، یعنی خودشونو در مرحله دوم داشتن. شما کاملا درست میفرمایید، نه به مصلحت هیچ قومیه که از ایران جدا بشه، نه اساسا کسی میخواد از ایران جدا بشه. شاید جریانات کوچیکی باشن، عرض کردم یه کسی مثل اون پژاک، واقعیت اینه نه پایگاه مردمی داره نه خواهد داشت. متاسفانه تعدادی جوان کرد، دختر و پسر، جذب اینا شدن به خاطر شرایط وحشتناکی که جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده. قربان، من برادرم و ساعت 4 بعد از ظهر امروز دستگیر کردن، فردا ساعت 8 صبح جنازش تحویل دادن. معلم بود، آدم روشنفکری بود، زمان شاه زندانی سیاسی بود، تمام خانواده من سیاسی بودن،
توی مردم اعتبار بسیار بالای خانواده مادرش به عنوان خانواده‌ای که تمام همشون زن و مردشون بالاخره در راه آزادی این مملکت و این کشور و این ملت وقت صرف کردن و زندگی دادن. شما کاملا درست میفرمایید. بله. عرضم به حضورت که آقای حمیدی، ما متاسفانه به خاطر این روز نمیدونم چرا سعادت نداریم و این تلفن با ما یار نیست، میخوام که یک سوال کلیدی بکنم با توجه به این مطلبی که ما داریم راجع به شرف میزنیم و شما هم با من تقریبا هم فکر هستید، دقیقا شاید بشه این عبارت به کار برد، ولی این داستانه که کردستان بزرگ و این نقشه‌ای که نشون میدن آیا واقعا صحت داره؟ یعنی آیا ما میریم شاهد باشیم که مثلا یک کشوری به نام کردستان از ایران تا سوریه و عراق و ترکیه رو شکل بدن؟ آیا شاهده چنین صحنه های قایم بود که ببینیم تغییر نقشه جغرافیا بشود؟ از کنم خدمت شما در مورد این حق سرنوشت، حق تعیین سرنوشت، یه مثالی میزنن، میگن حق طلاق. درسته. اگه به خانومی حق طلاق بدن به معنی این نیست که فردا میره طلاق میگیره، شاید شوهرش رو بسیار دوست داشته باشه، بچه هم داشته باشه، به خاطر آخر عمرش هم باش زندگی بکنه، ولی حق طلاق دادن بهتره، برای اینی که اگر شوهری بد بود طبق قوانین اسلام مشکلات براش درست بشه و بدبختی بکشه لازم نباشه، حقشو داشته باشه، مرد سالاری نباشه. در مورد کردستان، اولا حق تعیین سرنوشت مثل حق طلاق برای زن حق طبیعیه، هر کسی باید داشته باشه، رفراندوم داشته باشه، سرنوشت خودشو تعیین بکنه. ولی من واقعا خدمتتون بگم، من بیشتر از 50 ساله توی فعالیت سیاسی هستم، پدرم بسیار سیاسی بوده، بسیار سیاسی ولی فوق‌العاده لیبرال، بالاخره تمام خانواده‌ام بودن، همه دوستان بودن، صدها نفر از دوستان تیربارون شدن و شهید شدن. من هیچ وقت نشده از یک آدم مسئول کرد بشنوم که نقشه کردستان بزرگ و جلوی من بذاره و به من بگه که آره ما باید یه حزبیه دسته یه تشکیلاتی درست کنیم که اینو تحقق ببخشیم. واقعیت اینه، نه، همیشه ما مثلا پس کن احزاب و گروه های زمان شاه درست میکردیم برای مبارزه با حکومت، نهایت سعیمون این بود که این گروه های کوچیکی که در کردستان درست میشد به افراد دیگه غیر کرد در جاهای مختلف ایران وصل بشه و مبارزه عمومی بشه، چون میدونستیم راهش اینه که همه با هم باشیم. فکر نمی کنم جناب بهبهانی، اگر کسانی هم ادعاشو می کنن این گروه های کوچکی هست، مثل گروه های که آذربایجانی سرکدار خیلی زیاد سفار کردن. من هم بعد از اینی که هفته گذر سفر شما بودم چند تا از دوستان زنگ زدن گفتن شما می دونی که نسلیست آذربایجان اعلام کردن که کردا باید از آذربایجان غربی برن بیرون، یا باید مثل سکن کلاس سیتیزن یعنی مثل شهروند دسته دو دیگه کنن، یا باید آذربایجان خالی کنن و برن گورستان قوم کنن. یه هستن آذری هم هستن، این حرف هم میزنن. من مطمئنم شما تبریز تشریف ببرید با آدم های روبستکت توی تبریز و ارومیه و منقوب و اردبیل و قصیم این برمار رو بزن کنید، این هم ببخشید آقای حمیدی، شرمنده ازت. آقای حمیدی من از شما خیلی عذر میخوام، از بینندگان عزیزم عذر میخوام، موضوع بسیار بسیار مهم و جالبه، ولی متاسفم که ما تلفنمون به ما جواب نمیده. اجازه بده من شما رو از یه تلفن دیگه این بار بگیرم، ببینم شاید مشکل از این تلفن آپارات ما باشه. اجازه بده من شما رو بگیرم یه لحظه. اگر احیانا درست نشود قربان، من فقط تلفن بسیار از اینو از بذاریزه بدیم از یه تلفن دیگه با شما تماس باشه. ممنون. اجازه بدید که که مشکل در اینجا حل بشه، اینکه یعنی حیفه.
میکنم. قربان دارم، فکر کنم مشکل با این تلفنه بود، امیدوارم که مشکل حل شده باشه. میفهمید؟ نمیاد. ببین من زنگ بزنم، من فکر میکنم باید عوض بکنم. بسیار ممنون میشم ازت. ممنونم از شما، این بحثو میذاریم بفرد مشکل. قربان شما. نه این حیفه، برای اینکه تلفن مشکل داریم، بنابراین حیف شد. این برنامه خوبی بود، امیدوارم که بتونیم فردا این صحبتو با آقای حمیدی دنبال بکنیم و شما هم دعوت بکنم که به دوستانتون اطلاع بدهید. فردا همین هول و هوش با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. ممنون و متشکرم، امیدوارم که کمکی کرده باشه.